أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستغفره ونصلي ونسلم على خير رسوله أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين. با عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، مخصوصا خدمت پدران و مادران که برای یادگیری وظایفشون نسبت به فرزندانشون وقت میگذارن، سعی و تلاشی انجام میدهند تا اینکه بتوانند رسالت الهی و دینی خودشون رو در مورد فرزندانشون و همچنین نسبت به سایر وظایف و مسئولیت‌هایی که بر دوش دارند به خوبی ادا کنند. در این جلسه در ادامه مباحثی که درباره حقوق اولاد بر والدین دنبال می‌کردیم، به یک دیگر از حقوق اولاد بر والدین اشاره می‌کنیم و آن عبارت است از آموزش احکام و فرایض دینی به فرزندان. این یکی از مسئولیت‌های مهمی است که اگر پدر و مادر به درستی و به موقع این وظیفه را نسبت به فرزندانشون انجام بدهند، تا حد زیادی توانستن آینده فرزندانشان را تضمین کنند و اونها را به همون هدفی که خداوند متعال آفریده است نزدیک بسازند. اما اگر خدای نخواسته در این زمینه کوتاهی صورت بگیرد، قطعاً مصداق اون روایت معروف پیامبر گرامی اسلام قرار می‌گیرند که روزی پیامبر عظیم الشأن اسلام از کنار کودکان و بچه‌های عبور می‌کردند، دقتی به حال کودکان نمودند و بعد حقیقتی را که در آخر الزمان اطفال خردسالان با آن مواجه می شوند، ذهن مبارکش به این حقیقت معطوف می شود و این جمله رو بیان می فرماید که ویلون لاطفال آخر زمان من آبائهم، وای به حال بچه های آخر زمان از دست پدرانشان، که این وای به حال بچه ها هم به خاطر پدرانی هستند که نسبت به فرزندانشون در آخر الزمان مسئولیتشان را به درستی ادا نمی کنند. فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین، سوال شد که یا رسول الله، این که فرمودی وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدرانشان، آیا منظور شما پدران مشرک هست؟ که بچه های پدران مشرک این گونه مورد وای شما قرار گرفته است؟ حضرت می فرماید که لا من آبائهم المؤمنین، از خاطر پدران مؤمنشون. بعد وقتی این زمینه آماده شد به درستی که کاملا حواسهای حاضرین جمع شد تا بفهمند که به چه دلیل پیامبر اکرم این مطلب رو بیان می کنن و این گونه اظهار نگرانی و تشویش می کنن، حضرت می فرماید لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، این پدرانی که در آخر الزمان هیچ چیزی از واجبات رو به فرزندانشون یاد نمی دهن. و اذا تعلم اولادهم منعوهم، و حتی اگر خود پدران کوتاهی می کنن، گاهی ممکن است اطفال بر اساس فطرت پاک خودشون اونها به سراغ یادگیری احکام و واجبات دینیشون بر بیاین، وقتی پدران آخر الزمان متوجه می شوند، جلوی یادگیری فرزندانشون رو می گیرن، معنی می کند که این کار رو ادامه بدهن. چرا؟ ورضوا عنهم به ارض یسیر من الدنیا، به خاطر این که یادگیری احکام و مسائل بچه ها ممکن است در درآمد فرزندانشون تأثیر بگذارد، درآمد و منفعت پولی و دنیایی فرزندان کم بشود،
و خاطر همین جلوی یادگیری احکام مسائل فرزندانشون رو میگیرن تا اینها بیشتر کار کنن، بیشتر درآمد داشته باشن و حاصلات و منافع بیشتری برای پدر و مادرشون برمغان بیاورد. خب این یک واقعیت است که امروز متاسفانه گاهی انسان با برخی از این صحنه ها مواجه می شود و پدران و مادران را می بیند که با این حدیث شریف کاملا تطبیق داره و اونها هم برای این که یک منفعت اندکی هم از بچه هاشون دریافت بکنن، جلو تحصیل اونها را، جلو آموزش اونها را، جلو یادگیری احکام مسائل دینی اونها را می گیرن و دنبال کارهایی می فرستن که منفعت دنیایی برایشون بیشتر داشته باشه. با این که پیامبر اکرم در ابتدا می فرماید از دست پدران مؤمن این اظهار نگرانی را می کنن، اما در آخر حدیث می فرماید که فانا منهم بری، من از دست چنین آدم های بیزار هستم و هم منی برعا، و اونها هم از من پیامبر بیزارن. به گونه ای که وقتی انسان این مسئولیت خودش رو به درستی ادا نمی کند، یک همچنین پیوندی قطع می شود. حالا هر کسی در ظاهر خودش رو مؤمن بداند، در ظاهر مسلمان بداند، پیرو همون پیامبر بداند، خودش را مرید و تابع اون حضرت بداند، اما پیامبر اکرم می فرماید وقتی عملا به مسئولیتشون عمل نمی کنن، هیچ رابطه‌ای بین ما برقرار نمیماند، اونها از من پیامبر بیزارن، منم از اونها بیزارم و دیگر این رابطه کاملا قطع می شود. این یک هشدار مهم و جدی هست که پدران و مادران در دوره‌ای که ما قرار داریم که دوره آخرالزمان هست و قطعا این نشانه ها کم کم خودش را به خوبی نشان می دهد، یک وقتی مراقب باشیم که ما هم مصداق این گونه افراد نباشیم و این حدیث خدای نخواسته شامل حال ما نشود. برای این که از این نگرانی ها بیرون بیاییم، مسئولیت سنگینی را باید بر دوش خود احساس کنیم که در کنار تأمین نیازهای مادی و نیازهای جسمی فرزندانمون، اهم از خوراک، پوشاک، مسکن و امثال اینها، باید به تأمین نیازهای روحی و معنوی و دینی اونها نیز قدم برداریم و برای اینکه به این وظیفه نیز به خوبی رسیدگی کرده باشیم، باید به جزئیاتی که در منابع دینی ما هم مورد اشاره قرار گرفته است توجه داشته باشیم. و در این زمینه ما می توانیم آثار فراوانی رو یا کارهای مهم فراوانی رو در منابع دینیمون ببینیم و از اونها یاد بگیریم که چگونه با فرزندانمون باید برخورد داشته باشیم. در منابع روایی ما آمده است که از زمانی که فرزندان ما با لطف و عنایت الهی زبان باز می کنن، شروع می کنن به سخن گفتن و حرف زدن، از همون زمان انسان باید به وظیفه دینی خودشون هم سعی کند که عمل کند. و در این زمینه روایاتی داریم که اولین جملاتی که انسان به فرزندانش یاد می دهد کلمه لا اله الا الله است. ابن عباس از پیامبر اکرم نقل کرده است که افتحوا علی صبیانکم اول کلمتین لا اله الا الله. اصلا زبان بچه های خودتون را با همین کلمه لا اله الا الله باز کنید، یعنی اولین جملاتی که به فرزندانتون یاد میدید همین کلمه باشد. ابن عمر هم از پیامبر اکرم نقل میکند که حضرت فرموده است اذا افسحوا اولادکم فعلموهم لا اله الا الله. بعد از آن که فرزندان شما خوب سخن گفتن و سخن گفتن را به درستی انجام دادن، اون زمان هست که باز کلمه لا اله الا الله را به اونها آموزش بدهیم. از جناب عایشه نیز از پیامبر اکرم نقل شده است که
فرموده است من رب صغیرن حتی یقول لا اله الا الله لم يحاسبه الله. کسی که یک بچه خردسالی رو تربیت کند، بزرگ کند تا به اندازه برسد که بگوید لا اله الا الله و به همین مقدار این فرزند رو تربیت کرده باشد، خداوند متعال او را در روز قیامت مورد محاسبه قرار نخواهد داد. خب این اجر مهم است که تا همین مقدار نصیب انسان می شود. اما با جزئیات بیشتر هم در روایات به این مطلب اشاره شده است که از جمله عبدالله ابن فضاله می گوید که از امام باقر و امام صادق شنیدم که می فرمودن وقتی پسر به سن 3 سالگی رسید به او یاد بدهند که 7 مرتبه لا اله الا الله بگوید، بعد او را آزاد بگذارد تا اینکه 3 سال و 7 ماه از عمرش بگذارد و اون موقع به او آموزش بدهند محمد رسول الله که به پیامبری پیامبر اکرم این شهادت را بر زبانش جاری کند، بعد آزاد بگذارد تا به سن 4 سالگی وقتی 4 ساله شد 7 بار به او یاد بده صلی الله علی محمد و آله که همین صلوات فرستادن را به او آموزش بدهد تا به سن 5 سالگی برسد. در این هنگام از او سوال کند که آیا دست چپ و دست راست خود را تشخیص می‌دهد یا نه. اگر اینها را تشخیص داد صورتش را به سوی قبله برگرداند و به او گفته شود که سجده کند و وقتی همین حالت سجده را فقط انجام داد دوباره او را آزاد بگذارد تا به سن 6 سالگی برسد. وقتی 6 ساله شد نماز بخواند، رکوع و سجود را به او یاد بدهد تا به 7 سالگی در این زمان به او گفته شود که صورت و دستهایش را به عنوان وضو بشوید و نماز بخواند تا 9 ساله شود که در این سن 9 سالگی کاملا باید وضو را به او یاد داد و در صورت سهلنگاری که اگر فرزند 9 ساله دیگه بی توجه بود، خیلی به این مسائل اعتنا نکرد، حتی در اون زمان هست که باید به او دستور داد به صورت دستور و امر و اگر سستی از خودش خیلی نشان بدهد خب متناسب با وضعیت خودی بچه ها باید تنبیه صورت بگیرد و اگر وضو و نماز را یاد گرفت و پدر و مادر تا این سن توانسته باشند به درستی وظیفهشون را انجام داده باشند، خداوند پدر و مادر این بچه را مورد رحمت و غفران خودش قرار خواهد داد. خب این روایت هم در امالی صدوق هم در وسائل الشیعه نقل شده است که می‌بینیم وقتی انسان اندک زحمتی را هم در راه تربیت فرزندانش تحمل می‌کند این گونه مورد رحمت الهی نیز قرار می‌گیرد. اون چیزی که مهم است این است که ممکن است پدران و مادران در یاددهی احکام و مسائل خب یک بار دو بار به فرزندانش مسائل رو یادآوری میکند، فرزندان هم به دلیل اینکه بچه هستن، خردسالن، بر اساس همون طبیعت بچگی ممکنه خیلی توجه نکنن یا یاد نگیرن یا اصلا نشنون که پدر و مادر به اونها چه دستوری میدهن. اینجاست که وظیفه پدر و مادر است که باید از صبر و حوصله کار بگیرن، با یک بار دو بار اگر موفق نشدن ناامید نشون و رها نکنند، بلکه در شرایط بهتر در فرصت‌های دیگر این وظیفه خودشون رو ادا کنند. کما این که یک روایت دیگر هم که در وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 140 و 721 آمده است این مطلب رو به ما به خوبی یادآوری می‌کند که پیامبر گرامی اسلام روزی در نماز مشغول نماز می‌خواست بشود که به پهلویش حسین ابن علی علیه السلام هم قرار داشت. پیامبر اکرم اولین بار وقتی تکبیر رو، تکبیرت الاحرام رو می‌خواست بیان بکند، خب امام حسین که بچه خردسال بود است در کنار پیامبر نشسته سعی می‌کند که این الله اکبر رو بگوید اما نمی‌تواند. پیامبر اکرم بار دوم تکبیر رو بر زبان مبارکش جاری می‌کند، باز همینطور امام حسین نمیتواند بگوید، 3 مرتبه همین کار را انجام میدهد و امام حسین هرچه سعی میکند به زبانش نمیتواند این را جاری بکند تا اینکه 4، 5، 6 و مرحله 7 وقتی گفته میشود اینجاست که میگه امام حسین علیه السلام توانست این تکبیرت الاحرام را
بر زبان جاری کند. و به همین جهت است که در تکبیرت الاحرام هم کسی که به نماز میستد، خب ما قبل از تکبیرت الاحرام چند تا تکبیری به عنوان مستحبات یا سنت پیامبر اکرم داریم که این تکبیرها رو گفته می شود تا اینکه به تکبیرت الاحرام گفته شود و بعد از آن انسان وارد نماز بشود، که امام صادق علیه السلام می فرماید در نتیجه همین حوصله آموزش تکبیرت الاحرام به امام حسین است که این تکبیر به عنوان یک امر سنت و مستحبی در آمده است. و خود این مسئله یک درس عملی است به همه ما، به همه پدران و مادران، که این گونه با صبر و حوصله کار بگیرن. یک بار، دو بار اگر نشد، بالاخره با تمرینات بیشتر، با حوصله بیشتر میتواند این وظیفه را نسبت به فرزندانشون انجام بدهند. نکته دیگر هم این است که انسان آموزش احکام مسائل دینی رو تا میتواند به صورت عملی اگه به فرزندان آموزش بدهد، این کاربردش بیشتر، ماندگاریش زیادتر هست. و از طرف دیگر هم میشود گفت که به صورت درست هم این کار ممکنه انجام بشود. خب در مورد بسیار از مسائل هست، مثلا ما وقتی به بچه هایمون میگیم که چگونه وضو بگیرد، یک مرتبه است به زبان بیان میکنیم، خب یک مرتبه است که نه، عملا به اونها نشان میدهیم. یا در مورد تیمم کردن همینطور است، ما هرچی به صورت زبانی به بچه هایمون بگوییم تیمم چگونه باید صورت بگیرد، خب خیلی به دشواری یاد میگیرد. اما اگر در حضور اونها بیاییم عملا یک تیمم را به جا بیاوریم و از اونها بخواییم کنها هم همین گونه انجام بدهند، این آثاری بیشتری خواهد داشت. که در این زمینه من روایت رو خدمت شما نقل میکنم که از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده است که روزی حضرت به فرزندش محمد ابن حنفیه دستور میدهد که مقدار آب بیاورد تا حضرت وضو بگیرد. خب محمد فرزند امام علی علیه السلام ظرف آب خدمت پدر می آورد. امیرالمومنین وقتی دست مبارکش را در داخل آب می برد، شروع می کند به اون ذکرهای مستحبی که هنگام وضو گرفتن مستحب است انسان اونها را بیان بکند، که بسم الله والحمدلله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. وقتی دوباره مزمزه می کند در حضور این فرزندش، دوباره اون ذکر که موقع مزمزه کردن گفته می شود که اللهم لقني حجتي يوم القاك واطلق لساني بذكرك، خب این گونه یاد می دهد. و به ترتیب همین ذکرهایی که در وضو گرفتن وارد شده است، همه اینها رو بیان میکند که به دلیل اینکه فرصت نداریم من از اینها صرف نظر میکنم. اون چیزی که میخواستم خدمت شما اشاره کنم این است که وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام همه این مستحبات رو در حضور فرزندش انجام میدهد، هم کارهایی که در وضو انجام میشود، از شستن دست، از شستن صورت و بقیه کارهای وضو، از مسح سر و پا و امثال اینها، خب اینها رو عملا به فرزندش نشان میدهد. و از طرف دیگر هم دعاهایی که در این زمینه وارد شده است، اینها رو برای فرزندش بیان میکند. خب این یک صحنه است که در ذهن فرزندش به خوبی جا میگیرد و به راحتی فراموش نمیشود و فرزندش هم به درستی اینها رو فرا میگیرد. اینم نکته دیگر است که در آموزش احکام و مسائل دینی اگر می توانیم اونها را به درستی و عملا به اونها نشان بدیم، که انشاءالله اثر بیشتر و ماندگاری بهتری برای اونها داشته باشد. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عمل به همه وظایف، مخصوصا نسبت به آموزش احکام دینی به فرزندانمون عنایت بفرماید. از همه شما التماس دعا دارم و شما را به خدای مهربان و بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.